آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمنسون از کارولینای جنوبی با ماست. آقای عزیزی، برخلاف بسیار از کشورهای عرب همسایه اسرائیل مثل اردن و سوریه و لبنان و مصر، ایران خب مرز مشترک با اسرائیل نداره، هرگز هم وارد جنگ با اسرائیل نشده. شاید گمان بر این باشه که میزان خصومت نسبتاً کمتر باید می بود، مثلا شاید مثل وضعیتی که عربستان سعودی الان داره آرام آرام عادی سازی میکنه با اسرائیل، یا امارات متحده عربی داره که هرگز در جنگ نبودن با اسرائیل. چه شد به نظر شما که اینقدر خصومت در ایران بعد از جمهوری اسلامی با اسرائیل شدید شد که الان تبدیل شده اسرائیل و ایران به بزرگترین دشمن منطقه ای اسرائیل؟ بله، در واقع ایران کشور ما از پیش دلیلی برای جنگ با اسرائیل نداره. تاریخاً با اینکه ایران از ابتدا مخالف تشکیل اسرائیل به این صورت بود، به عنوان کشور مهم که در سازمان ملل بود، در کمیته فلسطین بود، اما وقتی که اسرائیل تشکیل شد، ایران حتی در ابتدا هم رأی منفی داد به عضویتش در سازمان ملل، اما بعد از چند سال اون رو پذیرفت. بعد از ترکیه دومین کشور مسلمان بود که چنین می‌کرد و روابط گسترده‌ای داشت، همونجوری که می‌دونید، در زمان شاه با این کشور، ضمن اینکه با اشغال سرزمین‌های فلسطینی هم مخالف بود. یعنی کشور ما اصولا جایگاهش و شأنش و به نظر من خواست بیشتر ایرانیان هم همین است که چنین باشه، یک به عنوان کشوری که خواهان صلح در منطقه و کشورهای موجود رو هم مثل ترکیه، مثل بقیه کشورها، اسرائیل رو هم مثل بقیه به عنوان یک واقعیت در منطقه به رسمیت میشناسه. اما جمهوری اسلامی در واقع سیاست خارجی ایران رو گروگان گرفته و تبدیل کرده به یک مقاصد ایدئولوژیک انقلابی خودش، که بخصوص در زمان آقای خامنه‌ای و در زمان غلبه سپاه پاسداران بر سیاست خارجی ایران، نتیجهش این شده که اصلا نه منافع ملی ایران و نه منافع مردم ایران دنبال نمیشه و اسرائیل ستیزی و خواست در واقع جنگ با اسرائیل تبدیل شده به محور اصلیش. امروز شوربختانه این واقعیت هستش که ایران تنها کشور جهان هست که داره با اسرائیل می جنگه، یعنی تنها دولت رسمی عضو سازمان ملل که خرج اسلحه میکنه علیه اسرائیل ایران هست. این نکته رو بگم چون مهمان قبلیتون خانم عکاکیان گفتن کشورهای عربی اسرائیل رو نپذیرفتن، اتفاقا دقیقاً برعکس اینه. تمام کشورهای عربی تک تکشون اومدن در سال 2002 در پیشنهاد صلح عربی که عربستان سعودی به حال چیز اصلیش بود، پشتیبان اصلیش بود، در اجلاس اتحادی عرب سال 2002 در بیروت اومدن و این پیشنهاد رو به اسرائیل دادن که اسرائیل رو میپذیرن و تنها جمهوری اسلامی هست که امروز چنین نمیکنه. گرچه حتی اون پیشنهاد به طور سوری جمهوری اسلامی به عنوان عضو سازمان همکاری اسلامی امضاش حتی به ایران هم در واقع پای اون پیشنهاد بود، ولی خب عملا معمولا هر سال وقتی که این در اجلاس سازمان همکاری اسلامی میاد، ایران اعلام رزرویشن به قول انگلیسی میکنه، یعنی اعلام اعتراض میکنه به اون بخش راه حل دو دولتیش. ولی خلاصه کلام این هستش که ما این سوالو میتونیم راجع به بقیه بخش های سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم بپرسیم. چه دلیلی داشت که مثلا ایران این همه در نزاع باشه با کشورهای مختلف منطقه؟ چه دلیلی داره که ایران با آمریکا در نزاع باشه؟ واقعا به چه درد ایران میخوره؟ کدوم کشوری؟ چون ببینید کشوری مثل ویتنام، کشورهایی مثل الجزایر، اینها که خب سابقه طولانی جدی خصومت با آمریکا داشتن، همه روابط در واقع صلح‌آمیز دارن با این بزرگ در واقع ثروتمندترین کشور جهان، و این واقعا نمادی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست که واقعا به نفع منافع ایران نیست. و این رو هم بگم که به نظر من این روند معترضان بسیاری حتی درون کادر سیاست وزارت خارجه امروز ایران داره. یعنی واقعا کسان بسیاری هستن که من باشون صحبت کردم، کسان دیگه باشون صحبت کردن، که واقعا معترضم این رو به این باور هستن که اصلا شما هر نظر شما اصلا بگین اسرائیل خیلی بد، اصلا این ایران رو در خطر انداخته واقعا که ما کشوری که اصلا سابقه جنگ افروزی نداره، الان ما تنها کشوری هستیم که داریم منابع ملیمون رو خرج ستیز و اسلحه دادن به گروه‌های تروریستی علیه کشور اسرائیل میکنه. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، به نظر نمیاد که در مورد مناقشات مشابه مثلا در کشمیر بین پاکستان و هند، یا مثلا برای اویغورها در چین، ایران نقش مشابهی برای خودش متصور باشه؟ به نظر نمیاد دعوا فقط سر جغرافیاست. چقدر فکر میکنید که ریشه در یهودی ستیزی داره واقعا؟
ببینید به نظر من ریشه در خب یهودی ستیزی که بخش جدی هستش از حکومت ایران و هیچ دیگه حکومتی است که تنها رهبر جهان که هولوکاست رو انکار میکنه آقای خامنه ایه. شما الان تمام سپاه پاسداران رو ببینید، کلی چیزهای کاملا مستقیما یهودی ستیزانه انجام میدن. بسیجی ها میرن جلوی مقبره استر مردخای در همدان که سالهاست اماکن مقدس هموطنان یهودی و کلمی ما بوده، تظاهرات میکنن و اون حرکات زشت و شنی رو انجام میدن. بنابراین شکی در این نیست. اما کلا این اسرائیل ستیزی محور ایدئولوژی جمهوری اسلامی است که از اون استفاده میکنه برای نیروسازی و این ساختن محور مقاومت. ببینید اصلا محور مقاومت چیه در منطقه؟ تنها وجه مشترک محور مقاومت این نوع اسرائیل ستیزیه و در واقع جمهوری اسلامی استفاده کرده از این واقعیت که تمام دولت‌های عربی اسرائیل رو به رسمیت شناختن و خواهان صلح با اون هستن که پرچمدار این اسرائیل ستیزی باشه. تنها دولت باقی مونده است که این کارو می‌کنه و ضررش رو مردم کشور ما و منافع ملی کشور ما می‌بینن. ممنونم از شما آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی از کارولینای جنوبی با ما.